بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما شاگردان عزیز. امیدوارم که لباس صحتمندی و عافیت به تن داشته باشین. در جلسه ششم فیزیک صنف 12، اگرچه در جلسه قبلی و که پنجم بود و در جلسه گذشته، ما و شما در رابطه به معادلات سرعت و شتاب بحث کردین و یکی دو موضوع خوندیم، البته بیشتر سر موضوع سرعت کار کردین. امروز با شما انشالله در این جلسه موضوع شتاب و انرژی رو انشالله و تعالی به پایان میرسونیم. به جلسه قبلی گفتیم که اگر ما و شما از معادله حرکت مشتق بگیریم، معادله سرعت به دست میایه و از سرعت مشتق بگیریم، معادله شتاب به دست میایه. امروز ما به بحث سرعت و کار نداریم، فقط انشالله و تعالی به سراغ شتاب میرین و یا تعجیل. ما شما روز گذشته معادله ها رو ثبوت کردین، فقط امروز هم خیلی کوتاه و مختصر به سر شتاب انشالله و تعالی میرسیم و از اون معادله شروع میکنیم به کار کردن. به ما معادله حرکت داده وای مساوی به ساین اومیگا تی مثبت فی. فقط ما و شما معادله مشتق سرعت که پیدا کردین، ببخشید معادله شتاب که پیدا کردین، بحث ادامه میدین. از معادله حرکت یک مشتق بگیریم سرعت حاصل میشه، یک از زاویه مشتق میگرفتین و از نسبت مثلثتی، پس میشه ا که ضریب اومیگا از داخل قوس مشتق ساین هم میشد کوساین اومیگا تی مثبت فی. این معادله چی شد؟ سرعت. از سرعت مشتق بگیریم وی مساویه به ا اومیگا، از داخل مشتق بگیریم میشه اومیگا مشتق کوساین منفی ساین اومیگا تی مثبت فی. حالا این به عبارت یک نوع معادله شده برای ما. معادله چی؟ معادله مشتق شده از سرعت، که معادله شتاب یا تعجیل. از سرعت مشتق گرفتیم، شتاب یا تعجیل به دست آمد. حالا چی وقت شتاب یا تعجیل قیمت اعظمی خور داره؟ زمانی که قیمت ساین ما، این که میتونه راحت امگا مربع بنویسید، قیمت ساین ما به شکل مثبت یا منفی یک بشه، این قسمت مثبت یا منفی یک. و نه دیگه، میتونستیم بگیم که ا یعنی شتاب مساویه به منفی ا اومیگا مربع، به شرطه که باز ما و شما می اومدین این قسمت به دوباره بنویسم در رابطه به اولی. خب ا ساین اومیگا تی مثبت فی، عوض از این میتونیم وای یا اکس بنویسیم، چون روی یک از بوت آیه. ا مساوی به منفی خود ا خود اومیگا مربع، اومیگا به توان یک به توان یک اومیگا مربع، ا ساین اومیگا تی مثبت فی، ا ساین اومیگا تی مثبت فی را قرارداد میکنیم با اکس. البته به عوض اکس هم شما میتونین ا یا امپلیتود یا هم فاصله رو بنویسین. پس یک نوع معادله دیگه که برای شتاب دریافت کردیم این شد. از حرکت مشتق گرفتیم سرعت، از سرعت مشتق گرفتیم شتاب، به عوض ا ساین اومیگا تی مثبت فی اکس یا وای قرارداد کردیم. پس این شد یک نوع معادله. حالا چی وقت این شتاب ما و شما قیمت اعظمی داره؟ زمانی که ساین اومیگا تی مثبت فی مثبت یک منفی یک بشه. پس شتاب اعظمی را اگر ما و شما بخوایم دریافت کنیم، ضمن اینکه که میتونین عوض اکس ا بنویسین چون تفاوت نداره، پس میگین ا مساویه به اومیگا مربع یا ا اومیگا مربع، تفاوت نمیکنه، ا اومیگا مربع. پس این میشه شتاب اعظمی یا شتاب مکزیمم. از این قسمت دیگه انشاءالله و تعالی کار ما و شما امروز شروع میشه و شروع میکنیم به کار کردن سوالات از شتاب. به روز گذشته ما و شما سرعت را هم کار کردیم. فقط یک چیز از سرعت هم میگیم که سرعت اعظمی را که روز گذشته نشته بودین، گفتیم وی مکزیمم یعنی سرعت اعظمی مساوی میشه به ا اومیگا. شتاب اعظمی سرعت اعظمی، چون سرعت اعظمی به سوالات امروز کار میشه، به همین خاطر فرمول برای شما نوشتیم. پس شاگردای عزیز، ما و شما از معادله شتاب شروع میکنیم به کار کردن و چند فرمولی را بنوشتیم.
و شروع میکنیم به اولین مثالی که از معادلات هارمونیکی شتابر کار کنیم. این فرمولار به صورت نکتوار اونایی که نیاز داریم یاد داشته میگذاریم، بعد شروع میکنیم به کار کردن سوالات. پس ما و شما فعلا یک شتاب عظمی دارین، یک سرعت عظمی دارین، بعدها یک رابطه دیگه هم ایجاد میکنین که به قوه ها استفاده میشه. سوال اولی که قرار ما و شما کار کنه، معادله حرکت هارمونیکی ساده یک جسم اهتزاز کننده نوسانگر در سیستم اس آی به این شکل داده شده. از ما و شما معادله سرعت خواسته و در چه لحظه برای اولین بار شتاب آن عظمی میشه. دو جز داره، x مساوی به 0 اشار، x مساوی به 0 اشار 0.5 0.5 ساین 20 پای ساین 20 پای t مثبت 2 پای بر 3. به این سوال شاگردا از ما شما اول خواست معادله چی رو دریافت کنین؟ سرعته. و بعد قسمت دومی از این برای ما شما به ارتباط شتاب یا تعجیله. اگر از حرکت مشتق بگیریم سرعت به دست میایه، x که وقت مشتق بگیریم دیگه که وقت موقعیت یا تغییر موقعیت تبدیل میشه به سرعت. اینو ضریبه 0.05 از داخل مشتق بگیریم از زاویه، مشتق 20 پای تی میشه 20 پای، مشتق ساین میشه کوساین 20 پای تی مثبت 2 پای بر 3. پس این جزء الفه شد. از ما شما چی خواست؟ معادله سرعته. فقط همین قسمت ما شما میتونه ساده تر بنویسید. عوض 0.05 20 این یا ضرب میکنیم یا بالاخره به هر طریقی به روش علمی عدد نویسی جواب از این پیدا میکنیم، یعنی 0.05 ضرب 20. خب 20 تر میتونیم بنویسیم 2 ضرب 10، یک ده خونه اشاره میاره به راست، دو ضرب 0.05 هم یک. حالا که شما به هر طریق کار میکنین کار کنین، پس وی مساویه به 1 پای کوساینه 20 پای تی مثبت 2 پای بر 3. شما اگر برین این قسمت ضرب هم بکنین بازن جواب میشه 1 و ضریبه ما و شما 1 و این هم نیاز به نوشتن نداره، فقط بفهمین که جواب ازی چی شد 1. شما اگر این ضرب هم بکنه جواب بازم میشه 1. پس این جزء الف. جزء ب، با ما و شما خواسته که پیدا کنین برای اولین بار شتاب از این جسم در چی زمان صورت میگیره. این خواهد جزء اولی. جزء دومی که ب باشه میگه در چه لحظه ای برای اولین بار شتاب آن عظمی است. خب شاگرد عزیز، برای اولین بار نسبت مثلثی ما و شما ساینه، زمان این جسم اهتزاز کننده شتابی و برای اولین بار اعظمی میشه که داخل قوسی که ما و شما دارین ساینه 20 پای تی مثبت 2 پای بر 3 مساوی به منفی 1 بشه. چرا؟ به خاطر که دامنه اهتزاز اگر ما بگیم ساین از 0 شروع میشه بعد میره به 1 و به این قسمت که میرسه منفی 1، به این قسمت بیشترین مقدار شتاب داره و به این موقعیت میشه چی؟ منفی 1. پس ما و شما وقتی ما این جزء بر کار کنه، این خود جزء الف شد، معادله چی دریافت کردین؟ معادله سرعت جسم اهتزاز کننده. وقتی ما این جزء بر کار کنه، بخش ب، میگن که به همین سوال ما و شما چه کار باید بشه؟ باید قیمت داخل قوس مساوی بشه به چی؟ مساوی بشه به منفی 1 داخل قوس. پس قسمت ب میگن ساین 20 پای تی مثبت 2 پای بر 3 باید انمی داخل قوس ما شما مساوی به چی بشه؟ منفی 1. به این زمان برای اولین بار شتاب عظمی پیدا میکنه و ما و شما میفهمیم از جدول مثلثاتی که ساین 270 و یا 3 پای بر 2، ساین 270
مساوی به منفی یک و یا ای که ساین سپای بر دو مساوی به منفی یک. پس ما عوض منفی یک هم چی می نویسیم؟ سپای بر دو ساین خوده 20 پای تی مثبت 2 پای بر 3 مساوی به عوض منفی 1 ساین سپای بر 2 ساین سپای بر 2. خب سپای بر 2 هم دقیقا پس میشه 270. آنک ما به دو طرف ساین داریم، از این دو ساینه میشه صرف نظر کرد. پس 20 پای تی مثبت 2 پای بر 3 مساوی به سپای بر 2. این دو پای بر سه هم انتقال میدیم به او طرف، چون دیگه اگه ساین از بین رفته داره ما شما 20 پای تی مثبت 2 پای بر سه مساوی به 3 پای بر 2. پس به این شکل میشه که 20 پای تی مساوی به 3 پای بر 2 مثبت 2 پای بر 3 انتقال کنه به طرف منفی 2 پای بر 3 و این دو مخرج مشترک میگیریم. پس میگیم 20 پای تی مساوی مخرج مشترک بگیریم 6. 6 به 2 3 3 3 میشه 9 پای منفی 6 تقسیم به 3 2 2 2 میشه 4 پای و 20 پای تی مساوی به 9 پای منفی 4 پای میشه 5 پا بر 6. حالا اگه ما شما چی رو این دریافت کنیم؟ زمانه. اگه ما این زمانه دریافت کنیم پس ضریب زمان چیه؟ 20 پای. این طرف رو هم تقسیم میکنیم به 20 پای و این طرف رو هم تقسیم میکنیم به 20 پای. خب آخرین گپی که ما شما انشالله داریم 20 پای به 20 پای خلاص. این قسمت چون شکل کسرالکسر ساده میکنیم تی مساویه به 5 پای بر 6 5 پای بر 6 ضربه 20 پای که مخرج یکه میشه یکه بر 20 پای یکه بر 20 پای. حالا شروع میکنیم به اختصار کردن پای با پای خلاص. 5 با 20 اختصار میکنیم 1 5 5 4 5 20. پس تی مساویه به صورت داریم 1 مخرج 6 4 24 24 واحد زمان هم چیه؟ ثانیه. خب یک مرور دیگه میکنیم شاگردای عزیز. جزء الف حساده بود، مشتق حرکت گرفتیم سرعت دریافت شد، این قسمت ضرب کردن شد، یک نیاز به نوشتن هم نداشت. وقتی ما این جزء دو میکار کنیم جزء ب میگه به چی زمانه در همین معادله شتاب بر اولین بار عظیمی ترین قیمت میگیره. زمان عظیمی ترین قیمت میگیره که قیمت داخل قوس مساوی بشه به چی؟ مساوی بشه به منفی یک و از رو شکل همه برای شما نشون دادم. پس ما نوشته کردیم که ساین 20 پای تی مثبت 2 پای بر 3 مساوی به منفی یک. عوض منفی یک گفته ساین 270 میشه منفی یک. عوض 270 از جنس پای نوشتیم پس سپای بر 2 میشه منفی یک. پس عوض منفی یک هم نوشتیم ساین سپای بر دو. حالا از هر دو طرف از ساین ها صرف نظر کردیم پس میشه 20 پای مثبت 2 پای بر 3 مساوی به سپای بر دو. دیگه ساین ها خلاص شد. حالا ما تیر به یک طرف نگاه میداریم چون ما امروز دریافت کنیم. پس 2 پای بر 3 انتقال بدیم به این طرف. وقتی 2 پای بر 3 انتقال دادیم این طرف علامه شد منفی و این طرف ایک سادمون مخرج مشترک گرفتیم تا به این قسمت رسیدیم چون ما این تیر دریافت کنیم تقسیم به ضریب تی کردیم تا ای که به این موقعیت رسیدیم و تی مساوی شده به یک بر 24 ثانیه. پس برای اولین بار که به شتاب عظمی میرسه زمانی چقدر میشه؟ یک بر 24 ثانیه. و هر دو جزئی سوال کار کردین با شما. سوال دوم، اگر بیشترین سرعت و بیشترین شتاب یک جسم اهتزاز کننده، سوال اول کار میکنین میگه که بیشترین سرعت یک جسم 0.3 متر بر ثانیه و بیشترین شتاب این جسم هم یعنی تعجیلی هم میشه 0.6 متر بر سکند مربع. دامنه اهتزاز آن یعنی امپلیتیود رو ما شما باید چکار کنیم؟ دریافت کنیم. دامنه اهتزاز یا امپلیتود
پیشتر ما شما فرمولا وقت لست کردیم بیشترین شتاب نوشتیم که ا مساویه به ا اومیگا مربع و همچنین وی مساویه به ا اومیگا. این دو معادله که بنویسیم انشالله و تعالی سوال به راحتی کار میشه. میگه وی مکزیمم یا سرعت اعظمی جسم از 0.3 متر بر ثانیه و شتاب اعظمی این جسمم هست 0.6 متر بر سکند مربع. به ما و شما میگه که امپلیتود یا دامنه اهتزاز دریافت کنیم. خب شاگردای عزیز، ما و شما دو فرمول داریم، یک برای سرعت اعظمی، یک برای شتاب اعظمی. از این دو فرمول برای دریافت از این کار میکنیم. ما و شما گفته سرعت اعظمی، فرمول سرعت اعظمی میشه ا اومیگا. آنک عوض وی نوشته میکنه 0.3 متر بر سکند. به دنبال واحد هم زیاد نمیگرده، بیشترین سرعت یک جسم 0.3 متر بر سکند و ا مساوی میشه به ا اومیگا. واحد رو نمی نویسیم اینجی چون کار ما و شما کم راحت تر بشه. پس بیشترین سرعت یک جسم است 0.3، وی مکزیمم 0.3، ا اومیگا امپلیتود فریکونسی زاویه بی. ما و شما از این معادله ما این به روش تعویضی کار کنیم. این قسمت را اگر من شتاب بنویسم، شتاب اعظمی میشه ا اومیگا مربع. از این قسمت از جنس ا پیدا میکنید، پس از دو طرف میگیم تقسیم میکنیم به ضریب ا با ا خلاص، پس اومیگا مساویه به 0.3 بر ا. ما و شما از معادله سرعت اعظمی قیمت اومیگا را پیدا کردین از جنس ا. حالا که همین قیمت رو به داخل معادله شتاب قیمت گذاری میکنه، یعنی عوض اومیگا که هر جا داشته می نویسین 0.3 بر ا. پس ام سویه به عوض از این قیمت رو می نویسین شتاب اعظمی 0.6. واحد رو نمی نویسین، کار ما شما آسان تر باشه. به عوض اومیگا میتونیم ایر بنویسین، پس ا خودیو اومیگا مربع. به همین جه شاگردای عزیز، ما شما میتونیسیم قیمت چی رو پیدا کنین؟ قیمت ا رو پیدا کنه. دوباره دقت کنیم اینجی، پس من این معادله رو مینویسم 0.3 مساویه به ا اومیگا. اگر ما شما قیمت ا پیدا کنیم، پس تقسیم میکردین به چی؟ به اومیگا. اومیگا به اومیگا خلاص، پس ا مساویه به 0.3 بر اومیگا. یعنی ما شما به دو رابطه میتونید کار کنید، یک قیمت امپلیتیود دریافت کنید، زاویه فرکانسی و امپلیتیود. حالا هر کدوم ما شما سر جای قیمت گذاری کنید، ایر به عوض اومیگا مربع داریم بنویسین 0.3 بر ا مربع، چون کل مربع میشه دیگه، و به عوض ا بنویسین 0.3 بر اومیگا. هر دو رابطه قیمت گذاری کنید پروایی نداره، اما این رابطه دومی برای ما شما ساده تره، چون نیاز به مربع کردن ندارید. پس ای مکزیمم، شتاب مکزیمم 0.3 متر بر سکند، 0.6 متر بر سکند مربع، به اومیگا خودی و به عوض امپلیتود نوشته میکنین که 0.3 بر اومیگا، یعنی عوض اشو و اومیگا مربع هم داشته، یعنی من از رابطه دومی استفاده کردم. حالا ای اومیگا با یک از اینا خلاص، پس میگیم که 0.6 مساویه به 0.3 ضرب اومیگا. یک از این با این خلاص شد، یعنی مخرج دیگه ندارید. حالا اگه ما این اومیگا رو دریافت کنیم، پس تقسیم میکنیم به 0.3، 0.3 با 0.3 خلاص، پس اومیگا فریکونسی زاویه وی یا سرعت زاویه وی 0.6 بر 0.3 هم جواب میشه 2، واحد هم میشد رادیان بر سکند. اما این از ما و شما فریکونسی زاویه ویر نخواسته، از ما و شما چی خواسته؟ گفته شما دامنه اهتزاز یا امپلیتود یا ار بریم دریافت کنیم. چی دریافت کنیم؟ دامنه اهتزاز یا امپلیتود. ما و شما رابطه داشتیم به چی؟ به رابطه داشتیم بین طول تار که می گفتیم اومیگا مساویه به
دو پای بر تی. اومیگا مساویه به دو پای بر تی. آن رابطه دیگه بین امپلیتود داشتیم. بله خیلی راحت تر چه کار میکنید؟ اومیگا دریافت کرده، آمادن وی مکزیمم گذاشتین، از جنس از او اومیگا رو هم دریافت کردیم، ار هم دریافت کردیم. ار رابطه ساده تر بود گذاشتیم، دیدیم که ما به عوض قیمت بگذاریم ساده شد. حالا ما قیمت چی دریافت کردیم؟ اومیگا. از کدوم رابطه؟ از رابطه تعویضی. پس قیمت اومیگا پس می سر جای یک از اینا می نویسین، قیمت چی دریافت میکنین؟ قیمت ا. به این معادله گفتین وی مکزیمم، وی مکزیمم شده ا اومیگا. قیمت ار دارن 0.8، وی مکزیمم قیمت ار دارن 0.3. ار دریافت نکردن، اومیگا دریافت کردن 2. پس تقسیم میکنیم به ضریب ا که چنده؟ 2. 2 با 2 خلاص. پس میمونه ا مساوی به 0.3 بر 2. 0.3 بر 2 را راحت ما شما تقسیم کرده میتونین، چون به مخرج علامه اعشار وجود نداره. پس 0.3 بر 2، 0.3 خوده یا 2 به 2 چی بقی میمونه؟ 1. به خاطر همی اعشار 0، 5 2 هم میشه 10. پس شاگرد عزیز، ما و شما دریافت کردیم که ا یعنی امپلیتود یا دامنه اهتزاز شده 0.15 متر، و یا ای که متر به ثانیه تبدیل کنه میشه چی؟ 15 سانتی متر. اینم دوباره به شما یک تشریح میکنم شاگردا. میگه سرعت عظمی 0.3، شتاب عظمی 0.6. به ما میگه امپلیتود دریافت کنیم. رابطه به این دو تار مینویسیم، سرعت عظمی ا اومیگا، شتاب عظمی ا اومیگا مربع. از یک از این رابطه ها ما رفتیم از سرعت عظمی قیمت چی دریافت کردیم؟ اومیگا رو هم دریافت کردیم، ا رو. و این که دریافت کردیم قیمت گذاری کردیم با شما داخل معادله شتاب، به عوض ا که امپلیتود بوده 0.3 بر اومیگا. اومیگا با یک از این خلاص. پس معادله میشه 0.6 مساوی به 0.3 اومیگا. تقسیم کردیم از دو طرف به ضریب اومیگا که 0.3 بوده، خلاص شده 0.6 تقسیم به این شد، شد 2. پس ما اومیگا رو دریافت کردیم، از رابطه تعویضی استفاده کردیم. پس قیمت اومیگا پس گذاشتیم سر جاییو، وی مکزیمم مساوی به ا اومیگا، وی مکزیمم سرعت عظمی شده بود 0.3 که خود داده بود، اومیگا رو ما و شما دریافت کردیم 2. ما این امپلیتود دریافت کنیم، پس تقسیم میکنه به ضریب ا، 2 با 2 خلاص، ا مساوی به 0.3 بر 2، و این هم تقسیم کردین جواب ما چند شد؟ 0.15 متر، یا ای که 15 سانتی متر. این معادله دوم بود. و به این معادله ما شما رفتیم چی کردین شاگردای عزیز؟ دو بخش کار کردیم. و مثال بعدی، معادله قوه بر جسم اهتزاز کننده به صورت 4 ساین 10 تی مثبت پای بر نویه. اگر سرعت نوسانگر مساوی به 20 متر بر ثانیه برسه کتله چقدر میشه؟ به اینجا شاگردای عزیز ما شما فرمولی داشتیم که چه کار میکرد؟ مقدار کتله را از ما و شما خواسته و معادله را هم داده. راهنمایی میکنم برای شما. امروز ما قرار بود که انشالله و تعالی با شما انرژی را هم بخونیم، اگرچه فرمولا ساده داشت. F مساویه به مقدار قوه 4 ساینه مقدار قوه F مساویه به 4 ساین 10 پای مثبت پای بر نو، 10 تی مثبت پای بر نو، 10 تی مثبت پای بر نو. از ما شما چی خواسته؟ میگه معادله قوه وارده بر جسم به این شکل داده شده، اگر سرعت نوسانگر در هنگام عبور از مرکز، زمانی که جسم به مرکز برسه عظمی ترین سرعت داره، و در زمانی که در دوگوش باشه، مثلا وقتی ما جسم اهتزاز کنیم در میگیم به این قسمت مثلا بگیم منفیه، به این قسمت بگیم مثبته، به این دو قسمت سرعت صفر میشه، جسم حرکت میکنه حرکت میکنه تا اینکه سرعت صفر میشه.
و به این نسبت هم همچنین سرعت صفر. پس وی مکزیمم جسم به کجا قرار داره؟ به مرکز. به ما و شما میگه معادله قوه وارده بر جسم اهتزاز کننده به صورت ای داده شده اگر سرعت نوسانگر در هنگام عبور از مرکز. پس وقتی مرکز اسمر بود ما باید بفهمیم که وی مکزیمه. بعد وقتی ای داده گفته که شما چی دریافت کنه؟ مقدار کتله. مقدار کتله وی مکزیمه هم مساویه به پیشتر نوشتین ا اومیگا. اومیگا ما و شما داریم چند؟ ده. آیا ار هم داریم؟ نه خیر. اما میفهمیم چه کار شاگردا؟ با ما و شما گفته از روی چی؟ از روی سرعت اعظمی دریافت کنین. پس ما و شما چی داریم به این قسمت؟ اومیگا داریم و از روی سرعت اعظمی به راحتی میتونین ما و شما چی دریافت کنین؟ امپلیتود دریافت کنین. بعد نظر به فرمولی که به قوه دارین که از رابطه F مساوی به MK یا منفی K ضرب M میتونین به راحتی کار کنین. این سوال شما نظر به فرمولا کار کنیم و انشالله و تعالی میتونیم صحیح کار کنیم. بعد ما و شما به جلسه بعدی هم انشالله و تعالی همین سوال از این شروع میکنین و مقدار انرژی ها خلاص میکنین. انشالله کوشش میکنین که سیستم فنر رو به خیر خوشی بخونیم که فصل اول به پایان برسه. در این جلسه هم ما و شما فقط موفق شدین شتاب کار کنین و یکی دو مثال هم از شتاب با شما کار کردیم. به جلسه بعدی انشالله موضوعاتی که گفتم رو میخونیم و شما اینا رو تکرار کنین، چون به صنف 12 بیشتر فرمول حکمرانی میکنه به موضوع. پس فرمولا رو انشالله تعالی حفظ کنین تا جلسه بعدی که از همین سوال انشالله با شما ادامه میدیم. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک میسپاریم.